زورگویی هایی که ملایان می کنند. آخوندها مردان بیدانشی هستند که از جهان و کارهای آن به اندازه کودک 10 ساله آگاهی نمی دارند و چون مغزهاشان انباشته از فقه، حدیث و از بافندگی های دور و دراز اصول و فلسفه است، جایی برای دانش یا آگاهی باز نمی باشد. در جهان این همه پیشرفت‌ها پیدا شده، دانش‌ها پدید آمده، دگرگونی‌ها رخ داده، اما آنان یا ندانستند و یا دانسته نفهمیدند و یا فهمیده پروایی ننمودند. در این زمان می‌زیند و جهان را جز با دیده 1300 سال پیش نمی‌بینند. رفتارهای ملایان 20 میلیون توده را دچار بدبختی گردانیده. از اینجاست که میگوییم دعوی ملایان بزرگ است و زیان آن نیز بسیار بزرگ میباشد. نمونه ای از رفتار ملایان داستان مشروط است. مشروطه بهترین گونه سررشتداری هاست و نشان پیشرفت جهان است که توده ها خودشان رشته کارهای توده ای را به دست گیرند و آن را راه برند. در آغاز مشروطیت، ملایان چون معنی مشروطه را نمی دانستند، چنین می پنداشتند که مردم که شوریده اند، رشته کارها را از دست دربار گرفته، به دست آنان خواهند سپرد. از این رو با مردم همراهی می نمودند. ولی بیش از 7-8 ماه نگذشت که دانستند مشروطه نه به سود آنان بلکه به زیان ایشان می باشد و این بود به دشمنی پرداختند. با دربار هم دست شده کوشش ها به کار بردند. در این میانه جنگ ها برپا شد و خون ها ریخته شد. چون مشروطه خواهان پیروز شدند و محمد علی میرزا را برانداختند، این بار ملایان دست به دامن دولت بیدادگر روس زده نکولا را پشتیبان خود گرفتند و 10 سال که سپاه روس در شهرهای ایران می بود از هیچ گونه پستی و نامردی باز نایستادند. پس از همه اینها چون نکولا نیز بر افتاد، این بار به خاموشی و کنارگیری گراییدند و کم کم با مشروطه به آشتی و دوستی پرداخته از مشروطه به سودجویی برخاستند. فرزندان خود را به دبستانها فرستادند. در اداره ها کار برای بستگان خود گرفتند. از هر راهی توانستند از سودجویی باز نایستادند. یک دسته متجدد گردیده مشروطه را با شیعیگری سازش دادند. از سخنان فراوانی چون امامان همیشه با ظالمان و مستبدین در جنگ بودند، مگر امام حسین در راه عدالت کشته نشده به میان آوردند و بازار خود را گرم گردانیدند. بسیاری از آنان خودشان را به ادارات انداخته یا دفتر اسناد رسمی گرفته از دولت کار پذیرفتند. لیکن در همان حال دشمنی خود را با مشروطه فراموش نکردند. آن دعوی را که درباره فرمانروایی می‌داشتند رها نکردند. باز دولت را جائر خوانده، مالیات دادن و به سربازی رفتن را حرام ستودند. باز نوید بهشت دادند. باز حور غلمان فروختند. از هر راه که توانستند مردم را به دلسردی از مشروطه واداشتند. هر گامی که در راه پیشرفت برداشته شد از هیاهوی، بیشرمی و پررویی باز نایستادند. از یک سو از اداره های قانونی بهره جستند و از سوی دیگر از حاجیان و مشهدیان زکات، مال امام و رد مظالم گرفتند. به گفته عامیان هم از توبره خوردند و هم از آخور. اکنون که در تهران برای مجلس 14 نمایندگانی برگزیده می شود، چند تن از ملایان می کوشند که پسران یا برادران خود را برگزینانند و با صد بی‌شرمی بیانیه ها به چاپ می رسانند و مردم را به گرفتن تعرفه و دادن رأی وامی دارند. در همان حال که این کار را می کنند، در پشت سر چنین می گویند: حالا که این لامذهب ها کار خود را پیش بردند، باید علما را انتخاب کرد تا بتوانند از بدعت ها جلوگیری کنند.
در ملایی مگر تیر درونانی که از زندگی جز شکم پرستی و کامگزاری را نفهمیدند و از نیک خواهی و دلسوزی به مردم یک بار بی بهرند، بهره دیگری هم هست. ملایان در این 38 سال همیشه از مشروط خواهی سود جسته و هم از آخوندی. از آن سو در گذاردن قانون اساسی دست داشته و از این سو در خانه خود درس فقه گفته. هیچ نیندیشیده که اگر مشروطه است، پس این دستگاه آخوندی چیست که من می دارم؟ اگر کشور با قانون اساسی را خواهد رفت، دیگر این فقه جعفری به چه کار خواهد خورد؟ از روی قانون اساسی من چه کاره ام و چه عنوانی توانم داشت؟ تنها آن خواسته که در هر دو سو بازار گرمی دارد، سود جوید. با آنکه اکنون بیش از 80 سال سن می دارد، با همان دورنگی و زیرکی در کمال بی‌شرمی زور می گذارد. این که در ایران مشروطه به نتیجه ای نرسید و امروز به این حال ننگاور افتاده، این که یک توده 20 میلیونی بدبخت شده و در کار خود درمانده، این که فرزندان آنگلو ساکسون از آن ور اقیانوس ها برخواسته برای راه بردن این کشور می آیند، باعث و بانیشان یکی دوتا نیست، بسیار است. ولی بزرگترین آنها خود شیعیگری و این دعوی ملایان می باشد. از این ملایان داستانهایی هست که اگر نوشته شود کتابی گردد. رفتار اینان دلیل برنده است که گروهی بیدینند و جز در پی خوشگذرانی های خود نمی باشند و این پیشه را بهترین راه برای آن می شناسند. در این باره داستانهای بسیاری هست و من تنها یکی از آنها را می نویسم. در زنجان کارخانه‌ای هست که دارندگانش تبریزیانند. مدیر آنجا یک تن از حاجی‌های بسیار مقدس می‌باشد. این مرد با آنکه بازرگان است، از یکی از مجتهدان نجف نیابت گرفته که مال امام، رد مظالم و این گونه پول‌ها را که باید به علما داده شود بگیرد و گرد آورد و در هر دو سال سه سال یک بار به نجف رفته به او بپردازد. آنگاه این مرد برای کارخانه دو دفتر نگه داشته، یکی برای دولت که جز درآمد کمی را نشان نمی دهد و دیگری برای خودشان که درآمد گزافی را نشان می دهد. و چنان که دانسته ایم، سالانه پول گزافی به نام خمس و مال امام جدا می گرداند و به نام نجف نگه می دارد. این است نمونه ای از کارهای حاجیان مقدس. این است نشانه ای از بدخواهی آنان با دولت. شما ده ها هزار مانند این حاجی را در میان بازرگانان و بازاریان می توانید یافت.